اون نمو چوب چهار پنج میخم از چکیده چکیده خودم مانده گستم ده تا چوبه تیلاوی داردم و ایجا این یک دستک دیگه این امشاوی ده ایجا خطا خورده چپ خانیشون چپه شده اگه اینم چندنی نباشه شاید مکمل پایین بیاره یعنی مخاطر چنگر چیزی که هست با پلاستیک چنده میارم با او چای میشوندم چیزی نداشتم که من اونا چیز کنم و من در پیشم بانم بخورم پروردگار در مملکتی که هستن اوجا آرام باشن آسوده باشن خداوند اجر زیادی بوده پروردگار این کمکی که اینا کردن خداوند توسط این رئیس صاحبای سلام یاد خداوند بزرگ توانا سلام و درود نثار تمام بیننده های چنل تو بدخشان پلاس آرزو میبرم هموطنان عزیزم از هر گوشه و کناری که ما را بیننده هستین صحتمند و سر حال باشین و روزهای ماه مبارک رمضان به خوبی خوشی سپری بکنین در کنار دوستایتان و فامیلایتان خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر ما قسمی که شما میبینین ما امروز در خانواده یکی از نیازمندا هستیم و چند قبل هم که همکارای خوب ما آمدن اینجا را به تصویر کشیدن و قسمی که براتون هویدا بود مادر عزیز خودشان در خانه فقط یک مادر عزیز و شوهرشان که مسافر بود همراهشان زندگی میکردن و خانه که اینا زندگی میکردن اصلا قابل زندگی کردن نیست و ما هم خوشبختانه با یک مقدار مواد خوراکی خانهشان آمدیم و در کنار مادر جان هست همراهشان صحبت میداشته باشه مادر عزیز خوب هستین صحتتون خوب است زنده باشه دخترم زنده باشه انشاءالله که روزای ماه مبارک رمضان به خوبی خوش سپری میکنین چطور هستین کتی رمضان مبارک و چطور میزگره روزگارتان؟ هستیم دیگه به حال فلاکت و به نمی بعد گمش که به گندگی و نمی پلاستیک بچین و ای بکو کالای مردم بوشو خانای مردم برده بتکان و در نمی یک چشمو میرم میایم نمی بسیار با مشکلات استم بسیار با مشکلات بله دقیقا دوستای عزیز قبلا هم که همکارای ما اینا رو به تصویر کشیدن مادر جان کسی هست که کاغذ و پلاستیک میچینه و روزگارشان را با امو کاغذ و پلاستیک و با شستن لباسای مردم و شستن فرشای مردم و همچنان امو روزگارشان را سپری میکنن و پدر جانم شوهرشان هم که قبلا گفته بودن مریض هستن حالا خوب شدن کمتون انشالله نه نمی شو تا والی دیگه یک مریض است که نمتر خواب بود این حالی دیدی نمی شما را که دید خب چقدر شگرفت من امروشان یک صحبت بکنم امروی پدر جان بیاین مادر جان شما نم خوب استین پدر جان صحتتان خوب است امشه سلامت هستی بچه جانم پروردگار شما را عمری درازی بود خداوند ارتی که خداوند لازم دیده و شما آوردیم ما از شما از خداوند از شما بسیار خرسند و خوشحال هستیم این همین روز است به هر وسیله تیر شده است بچم
هشت سال سر سال است که ما این همیت مریض هستم، یک پنج روپیه نمی آویم که یک دوا بخرم و خودم درمان کنم، وسیله نمی کشه. پروردگار شما را تا به قیامت مقصد خرسند و خوشحال داشته باشه. زنده باشی پدر جان. با عزت باشی بچه جان. خب پدر عزیز کجایتان درد میکنه؟ بچه ما همین نفس قید نفس تنگی دارم، سلفه دارم. هیچ مثلا معالجه یادی را من نیافتم که مثلا امیره معالجه کنم. پیسه ندارم که مثلا امیره رفته یک پیچکاری کنم، یک چیزی کنم که امی صحتم کامل شود. چند ساله هست این پدر جان؟ تقریبا بچم یگان 75 ساله باشم بچم. یعنی شما از امو وقت مریض هستین؟ چند سال میشه که مریض هستین؟ مریضی ما خمازد دوم دراز هست، لیکن امی زیاد بیشتر کشید، مریضی طولانی کشید موجوده شد، مقصد یک ده سال می شود. ده سال می شود بچه هم، لیکن وسیله ندارم. این همی تو دمی کنج خانه افتیدگی استیم دیگه به یاد خداوند. خب بیا خیلی خداوند بزرگ است، انشاءالله که صدمند شوید. خب بله دوستای عزیز، شما هم بیننده هستین، واقعا اینا مریض هستن و مادر جانم در وضعیت بدی هست، اما خوشبختانه ما با کمک بعضی دوستای ما که باز هم تشکر ازشان که یک مقدار مواد خوراک خریداری کردیم و آوردیم برشان، من این مواد یک بار حساب میکنم و بعدش هم باز هستیم. بیا مادر جان امرویم شما. خب یک مقدار مواد ما اولیه را از بازار خریداری کردیم و من میره یک بار حساب بکنم همراه مادر جان یک جای و باز ببینم که چی میشه. خب بیننده های عزیز، ما خو دوست داشتیم که برنامه را در داخل شهر ثبت بکنیم، اما بنابر فقر اقتصادی مردم و نمیتونستیم راحت تر برنامه را در اونجا ثبت بکنیم، به خاطری که مردم گیروبار زیاد میشد نمیشد که برنامه را در اونجا ثبت بکنیم و از همه خاطر ما مواد از بازار خریداری کردیم و آمدیم همینجا حسابش میکنم و به مادر جان تسلیمش میکنم، بعدش دیگه میرم. و یک قوطی روغن 5 لیتر آوردیم که 880 افغانی، خرما هم 4 قوطی 400، شیر هم یک کارتن 380 افغانی، صابون سفید یک کارتن 400، چاکلیت های ککوی هم یک پاکت 200 و برنج هم 19 کیلو 1450 افغانی و همچنان برشان یک دانه گاز 4 کیلویی گرفتیم که مبلغ 1500 و پرش هم کردیم، البته گاز هم پر کردیم 300 افغانی. خب دوستا گوشت و مکرونی، چای سبز، یوگورت، همه مواد خوراکی که اینا لازم داشتن به گفته خودشان برشان از بازار خریداری کردیم و آوردیم. اگر من حساب بکنم خب زیاد میشه که مجموعا 13500 افغانی میشه و باز هم یک تشکری خاص دارم از تمام دوستایی که کمک کردن، ممنونشان، زنده باشن از اینکه در اجر شریک شدن. مادر جان چه احساس دارین شما همین لحظه وقتی ما برتان مواد آوردیم؟ بسیار خوشحالم، هر چیزی که به ما کمک کرده من بسیار خوشحالستم، بسیار خوشحالستم. به همین رمضان شیرین به ما کمک کردن، ما اونا بسیار معذرت میخواییم که به ما کمک کردن و چیز کردن، بسیار من خوشحالستم. بسیار باشین مادر جان. بله دقیقا، باز هم بسیار زیاد تشکر از شان. خب دوستای عزیز، خب مادر جان شما بیاین همراه ما. ما میخواییم که امی دل پدر جان کمی خوش بسازم. خب پدر عزیز، اینا دیگه برد یک مقدار مواد خوراکه ما آوردیم. خب باز هم یک تشکری دیگه دارم از خواهرم که از کشور جرمنی نخواستن که اسمشان گرفته شد و اینا مبلغ 16,850 افغانی اینا فرستاده بودن که ما 13,500 پیش شما قسمی که میبینین مواد اولیه خریداری کردیم و باقی ماندهش هم پولش هم به پدر جان تسلیم میکنم. یکی دو سه 3,100 3,200 3,300 افغانی هست که از پولی که خواهرمون از جرمنی فرستاده بود و متبقیش هم که شما میبینین ما مواد خریدیم و این را به پدر جان تسلیم میکنم. بفرمایید پدر جان، این را شما دیگه چی میگن؟ امو مصرف دوایتان. تشکر زیادی. یک دقیقه پدر جان کرد دیگه هم براتون پول میتونم. و نگفته نمونه که یک دوست دیگر ما هم که از خواهرمون سیدره سبا از کشور کانادا که اینا مبلغ 5,440 افغانی اینا کمک کردن و اینا پولم حساب میکنم، بعدش به پدر جان تسلیم میکنم. یکی دو سه چهار پنج
پنج نیم هزار که اینا 5440 افغانی روان کرده، اما ما 5500 رو برشان میتیم. بفرمایید پدر جان. ایرم پیسی هست که شما کتی ازی همون مصرف دوایتان شده که خوب شده انشاءالله. در مملکتی که هستن اوجا آرام باشن، آسوده باشن، خداوند اجر زیادی بوده. پروردگار این کمکی که اینا کردن خداوند توسط این رئیس صاحب اولاد قیامتین به ما آورده شده و تسلیم شدیم. پروردگار اجر زیادی بوده. از دربار خداوند بسیار امید داریم، از خداوند تقاضا داریم، توقع زیاد از شما، از رئیس صاحب، از اولاد قیامتین که به نام چیستین شما؟ به نام نیلاب جان تسلیم شدیم، با ما تسلیم داده شد. بسیار اظهار خوشی داریم بچه‌ها. انشاءالله که خوب شوین پدر عزیز. با عزت باشین. بله دوستای عزیز، بسیار زیاد تشکر از خانم سیدره و همچنان دوست عزیزمون که از کشور جرمنی اینا فرستادن، نخواستن که اسمشان برده شود. بسیار زیاد تشکر از اینکه کمک کردین. خب مادر عزیز، میشه که ما و شما دوستای عزیز قبلا هم همکارا آمده بودن، خانه مادر جان به تصویر کشیده بودن. مادر جان شما بیاین همراهی من. و خانه مادر جان تخریب است، کاملا جایی نیست که در اونجا زندگی بکنن و ما قرار بود که بخیر خانه از اینا را جور بکنیم، اما یک مقدار کمک پیش ما هست که نمیشه با تمامش کنیم یعنی. و ما هم باز هم تقاضا دارم از دوستا که کمک بکنن تا اینکه خانه مادر جان ما جور بکنیم. و خوب است که شما بیاین همراه ما ببینیم که خانهشان چگونه هست. دوستای عزیز، اینمی داخل خانه مادر جان است. پیش از اینکه من داخل خانه شم اول تصویر به تصویر بکشم، اول من بیرون شما ببینین که اینمی دروازش است، کاملا دروازه از داخل پیش آمده، این دیوالش است. خب چیزی که عیان است معلوم میشه که کاملا تخریب است. و اینی هم داخل خانه مادر جان هست، قبلا هم همکارها اینو به تصویر کشیدن، اما خوب است که من یک بار دیگه خودم براتون نشان بدم که خانه شان کاملا تخریب است. که اینمی چت خانه شان است که امو گلی که چوب دستکی که در بالا هست کاملا پایین آمده مو تاس مادر جان نه. بله بله. و به خاطر اینکه خطا نخره اینمی چوبا را که تو میخواد جور کرده که خطا نخره، البته دم خاطر دم خاطر. و دوستای عزیز، بدخشان هم دیروز بسیار یک باران شدید بود، واقعیت بسیار شدید بود. و مادر جان به خدا که در یادم آمده بودی، اما دیروز که باران شدید بود حتی من شبم در فکرم بود که چطور میکرده باشم مادر جان. واقعیت شما وقتی باران شد چه رقم یعنی در اینجا شیشتم نمتر تارو شیشتم جاله بود و چیز بود، یک قبس کردم گفتم البته درمان خشش مردیم گفتم. بعد اون مریضی رم خیزاندم گفتم خیلی بخیز که گمش که کدام دسته که دیگه بود، گفتم خطا خورد. بعد دنم او در روی جوگه شیشتم، من در جو شیشتم شیشتم دیگه تا لعی که همین باران کم تر پستر شد ما شیشتم. نه ترسیدیم خیلی ترس بترسیم چکنی دالا دالی زهو بترست و ایجا ایو بترست چکا کنی مون نمو چوب چهار پنج میخم از چکیده چکیده خودم مانده گستم دتا چوبه تیلویده آوردم و ایجا این یک دستک دیگه این امشوی در ایجا خطا خورده، این در ایجا آمده در روی راست مگه دوستان؟ اینه این قایی چهار تا شد پنج تا شد همی چوب هم سوی این نمی جالی من یلا بکنم شما نه. یک روان بینید دلتان سوسیو می شود. راست مگه دوستای عزیز. خب مادر جان بین شما بله دقیقا. و قسمی که شما میبینین اینمی چت خانه مادر جان هست، اینمی خاک هست. اگر میخواین من دستم بزنم اینمی خاک خالی هست یعنی چت خانه شون چپه شده. اگر اینمی چندنی نباشه شاید مکمل پایین بیاره یعنی خاک چنگر چیزی که هست. واقعا دشوار از زندگی در اینجا. دوستای عزیز شما کمکشان بکنین. من پیشترم براتون یادآور شدم ما یک مقدار کمک پیش ما هست، اما نمیشه که خانهشان رو با اونا جور بکنیم. باز هم از دوستای ما که دست کمک داشته باشن و اقتصاد بهتر داشته باشن، چه در داخل افغانستان هستین چه در خارج افغانستان هستین، کمکشان بکنین تا اینکه بتونیم خانه مادر جان رو جور بکنیم. به خاطر اینکه خب پیر هستن، مسافر هستن، در این زیر چت چندنی بارانهای شدید واقعا دشوار است. کمکشان بکنین. اگر هم کمک داشته باشین شماره واتساپ ما روی اسکرین های موبایلتون هست، با ما وصل شوین، ما حتما کمکایتون رو میرسونیم. هم در لحظات آخر برنامه قرار داریم. خب مادر جان دیگه ما هم از حضورتان بخیر مرخص بشم. پیش از اینکه برام برام بگوین که دفتاری چی آماده کردی؟ چی آماده کردم دخترم؟ نامو تو اردگیر امشب میمونم بخشی و چیزی رشت جان ما آماده میکنم. نباشه من
با پلاستیک پلاستیک چیندم میارم با او چای میشوندم. چیزی نداشتم که من اونا چیز کنم و من در پیشم بانم بخورم. مادر جان برتون گوشت آوردیم بخیر پخته بکنین به خودتان و پدر جان نوش جان بکنین. باز هم خداوند بزرگ است. خب دوستای عزیز برنامه ما همینجا به پایان میرسه. باز هم تقاضای کمک دارم ازتان، اگر کمک هم داشته باشین شما را واتساپ مروی اسکرین های موبایلتان هست و چنل تو بدخشان پلاس سابسکرایب کنید. منتظر نظریات و پیشنهاداتتان هستیم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.